روت کم کن، جنازه ی نجس تو از اینجا ببر، نظر خون سگ به گردنم بیفته نال. بس پولمو بدین تا برم دنبال کارم. چه پولی؟ اومده ادعا میکنه که 200,000 تومان طلب کاری. ادعا نمیکنم، 200,000 تومان سفته واخواستی دارم با مهر انگشت باباش. بابت چی طلب کاری؟ پول دستی دارم. حالا گیریم این ابن مرجم راست میگه. علی زوقی، لازمه شمایی مستان صورت حساب کافر رو کن زودتر. رو آقا مهدی جون شما روه. زوق و بذار کنار، خرج و دخل رو کن. شیرین خانم بابت این 10 ماه چقدر طلب کاره؟ 300,000 اندی بدهکاره. 300,000 اندی طلبشو بده، طلبتو بیگیر. هم از این شنفتی بدهکاره نه طلبکار. ببینم تو که شبی 2,000 تومان ضرر میدی، بیا صدانگ تو بفروش به ما. فروختم 4 میلیون. اصلا نمیدونه 4 میلیون چند تا صفر داره، اون وقت میگه 4 میلیون. دو تا صفر داره. اینا چرا 4 میلیون؟ واسه اینکه ما 4 نفریم. ده اگه 10 نفر بودیم 10 میلیون میفروختی. ببینی ابن مرجم، حالا یه معامله دیگه میکنیم. تو بیا سهم شیرینو بخر 2 میلیون. او سابش بگو 3 میلیون. باز چی؟ آخه ما 3 نفریم. باز تو کار بزرگترها دخالت کردی فوزو. باشم جسارت کردی. اصلا من چرا با شماها جر و بحث میکنم؟ مگه ما اومدیم اینجا خرید و فروش کنیم؟ خب آقایون، صورت برداری تموم شد؟ داره تموم میشه. ببخشید آقایون، زحمت نکشین، ما نمیذاریم یه قلم جنس از اینجو بیرون. با گردن کلفتی؟ سر حرف دهنتو بفهم، من گردن کلفتی تو فکر کراواته با دلیل محکم پسند. آقایون ما شکایت داریم، این سفته قلابیه. بعد اول 200,000 تومان بسپرید به صندوق دادگستری، بعد شکایت بکنید. آبه ببین نداره، از اول پول میخواستیم میگفتین، اوقات منو تلخ کردین. علی زوقی دست چه که منو بگاه پول واسه خرج کردن دیگه. بهتر که برای شیری خانمون خرج بشه. بایی لج و لجوازی بیفته مرگ همه تون. هی کلشو پر از اشکناس میکنم. چه خیال کردین؟ بلش کن آقا بهتی، باشت تلاش میگم، خیال میکنه این پولا واسه شما پوله. امضا رو باش. آقا تو خارج از محدوده امضا کردی. محدوده و خارج از محدودش خریدار داره. حالا باز مور بزنم. آقا باری کلا وارده زیر نقدش کن با آقایون فورا برو بزر صندوق داد سر بانک مال خدا. آقا بکیه نردی تقدیمشو کنه. آقای محترم بفرمی. خوش اومدین. به سلامت. بیا آقای مال مردم پرتن بیا. به سلامت. خدا بیز. حالا اینقدر دنبال این پول بود و تا پیشونید بخوره به سنگ لحد. ببینم یارو برو دعا کن نفهمم چه کلکی تو کارته، والله پوست از سرت میکنم. برو گم شو. خودش سایتون از سر اون کم نکنه آمین. هرچی فکر میکنم میبینم یه پای کار میلنگه. تو چی میگی بابات کافر نفروخته بده کارم نبوده؟ اتام که دم به ساعت مدرک رو میکنه، شوفر تاکسی هم که بنده خدا دست به تشکرش خوبه. خدا یعنی چه کلکی تو این کاره؟ حالیمه حالیمه میفهمم. خب راستی اکبر آقا تو تصدیق رانندگی داری؟ بله. پس چرا شبی که اون خدا بیامرز زیر گرفتی گذاشتی در رفتی؟ اگه می بردیش بیمارستان که جرمت کمتر میشه. نمیدونم چرا دست پاچه شده بودم. مثل همین حالا که دست پاچه شدی. خب دیگه دست خدا آدم نیست، پاری وقتا آدم هول میشه. عطا خان آقا میتی به من و شما شک کرده. از کجا؟ اومده بود خونه ما که پرسجو کنه. من میتونستم همه چی رو بهش بگم. خب بازم نگفتم. خب مثلا اگه میگفتی چی میشد؟ 100 دفعه گفتم این توی که آدم کشتی نه من. عطا خان پول منو بده، بذار جلو پلاسمو جمع کنم این شهر برم. اینجوری هم خیال شما راحت‌تر میشه هم خیال من. خیال من که کاملا راحته، یه فکری واسه راحتی خودت بکن. حالا خب باشه به هم میرسیم. برو هر غلطی که میخوای بکنی بکن. آقا مهدی با شما کار داره. خیلی خوب واستم ببینم چی کارم دارم. اون هاش اشغال شما میخواد بعد انعام بده تو نمیدی. سلام آقا مهدی. چه گفتی با عطا کاری نداری؟ چی شد آقا مهدی؟ چه سلام آقا مهدی؟ با چی شد آقا مهدی؟ برمو حالا بشه اقرار بگیره. چه سلام سر دارم؟ نفرمید آقا دوای خانوادگی خواهش کنم. نفرمید من باید بیان نفرمید. بیا اون چهار داری؟ آقای نه الله پاش بفرمایی. نه آقای نه الله پاش بفرمایی. بده چه معروفته برای کنسه اپار رو چلو گو گلده حرف بزن گربه کوره. من از اون پول طلب کارم آقا مهدی. بابت چی؟ گفتم بابت چی؟ حق و سکوت. حق و سکوت؟ حق و سکوت واسه چی؟
اون شب بعد از تصادف من نرفتم، فقط از ترس رفتم تو خیابون بالایی تاکسیمو نگه داشتم، پای پیاده برگشتم ببینم چی شده. دیدم حتی چند تا سند از جیبش در آورد، اومد بالای سر جنازه سندا رو دونه به دونه مفت کرد، انگشت مردارم زد پای سندا. ای وای دیدی گفتم سندا قلابیه. کاف بنو بیار مرد خوره بیا خرچه. آی دل قافه اینجا بینام، تا حالا چقدر تیغش زدی؟ ایتی آقا میتی نه هم پس نمیده. چون راستشو به هم گفتی بیا این پولا رو بگیر. آقا میتی بهش ما اپایه نده برو بسانه برو بسانه اخلاقت خوب کن پارو. آتو خاطرت که بهت گفتم دعا کن نفهمم چه کلکی تو کارته. خب دعات مستجاب نشد. حتی موضوع چیه؟ موضوع انگشت مرده است. کلید گاف صندوق رد کن. من نمیفهمم شما چی میگید. نمیفهمم. برو در گاف صندوق وا کن، یه مش سفته سیبی بردار بیار، زنندای بابا شیرین و سفته هاشم بیار. الو توی مهتی جون چرا نمیای؟ ننه از زورم گذشته. نار چی پختی؟ فسنجون. اخ جون دهنم آب افتاد. چیزه روسی هم هاچ خانوم، جون مهتیت خیلی دلم میخواست فسنجونتو بخورم، اما چه کنم که یه چه دست بالم بنده. نه گرفتارم تو نمیری. شول چی؟ شلوغ پلوغه؟ نه 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 اینجا ترافیکش سنگینه. قربونه هیکله فسنجون پخته. آره خب یا حق قربونه تو. الو آچ خانوم سلام. سلام به روی ماهت. مادر جون کجایی؟ خواستم بگم که من امروز نهار خونه یکی از رفقام مهمونم، منتظرم نباشین نمیام خونه. از اون فسنجونا پختم که تو ینگ دنیا نیستا. خیلی خب باشه مادر، پس من صبر میکنم با هما بخورم. داداشت هم که گفته نمیاد. به سلامت. یکی نیست بگه زنی که بیکاری با اون همه دردسر فسنجون میپذی. بله عمه جون سلام. تو هم نهار نمیای؟ نه عمه جون از کجا فهمیدی؟ آخه من تازگی علم غیب پیدا کردم عمه. وا من تو سلف سرویس دارشگاه غذا میخورم. بخور و بخون عمه عیبی نداره. خدافظ. بسه یا بازم بریزم؟ بسه مرسی. ببینم همام اگه برات خواست کار پیدا بشه تو ازدواج میکنی یا نه؟ ولی چی بگم؟ دلت میخواد شوهرک چیکاره باشه؟ جواب نمیدی؟ دکتر خوبه منم موافقم، شغل حساسیه. اینگر ما از هر لحاظ با هم توافق داریم. خب حالا من میپرسم